بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الهی درد دردمندان دوا کن، الهی به عزت همه ایت قربت این کنید، این برکت الهی ایت همه که ما دارو کنید، پروردگارا گرفتاری همه رو برد کنید، همه جوانهای وطن ما خوشبخت کن خدایا، برای جوانان رزق و روزی و فراوانی و شغل خوب و ازدواج خوب همه خوب برای همه برای همه برای همه برای همه برای همه تعارف نکنی ها، هم سمنوی نظری هست، هم خدا هست، تا وقت داری ازش بخوا، خدا هم دست و دلوازه، هرچی بخوای بده، به بقیه هم عموم داده خور. دعا کنیم، وقت اجابت دعا سا منیر جان، شوخی نکن، بچه هم خجالت میکشه، دیگه نظری رو که میبینه حال خودش نیست، دعا کن مادر. اما داری چی کار میکنی؟ بده به من دارم موهاشو کدوم میکنم، هوا بهاریه، بده من موهاشو خراب میکنی. بابا چرا شما هیچی بهش نمیگی؟ بهروز بیا اونی سر منو کوتاه کن، بیا خودت مشغول کن، بیا دیگه هوا بهاری شده، یه چای لحم دست در نکنه هرموز، هوا بهاری شده. بیشم ببینی احمد جون، بی خودی با ما قهره، به جون خودم بی خودی، بی خودی هم بی خودی. الان که رسید قشنگ آروم برو جلوش با آرامش، برو داداش، اصلا همه اختلافاتون رو بخیال، میخوام با داشتو کنم با آرامش بروز. آه با آرامش به جون احمد با آرومی جواب نمیده، باید یه هویی باشه، یه هویی همو با پارتی، پارتی ما هم باید تو باشه. ببین احمد خوشو تو بیژن اومد، من میپرم تو قرارش ما چشم میکنم، تو هم بدازش دور در میسی دیگه. چند درصد بود قراره؟ چی؟ یعنی چی چند درصد؟ کارمند بانک دیگه، تو بگو 20 الی 30 درصد. 20 الی 30 درصد. اسمش شکرابه. شکراب؟ میشه یه هویی هم میشه. سلام علیکم. داشت باور کن، من میخواستم قضیه بیام باید مطرح کنم که فرزدم بهش در روز درس میده، اما اومدم تو در اتاقت هم اومدم، ولی گفتم که خب تو نباشی من که هستم، من مثل شیر ژیان هستم، مثلا نباید نگران باشیم، امیرم یک دوبار من چوبانی کرد خب لکت زدمش، ولی داداش گوش کن، اومدم بهت بگم، گفتم که من که درس نخونم، بذار برادر زورام درس بخونم، بذار شهنات نیت فرازم بد نیست، داره بهش درس کسب علم و دانش که اصلا بد نیست، بعد منم که میدونی خودم خیلی مسئولیت دارم، زنم آبستنی، ولی باز حواسم به برادر زورام هست. چی میخوان؟ کیا؟ چی میخوان؟
سلام خانم. برو عمو بیژن با عم احترام قهره؟ اونا 100% قهره شد. سلام ارچود. وقت تو با عم احترام چی؟ 10-20%. 10-20% اسمشی میشه؟ میشه سرسنگین. اومد. شما چرا عمو جان؟ سلام. سلام. من باید میامدم خدمت شما. ما باید بیم زیارتتون. شما بیای. سلام خواهر. حال چطوره؟ الحمدلله. ببینم الهی با تیر خورده. خیلی درد میکنه. ببینم الهی. وقتی گریه میکنه ها؟ آدم دیگه از صرافت گریه کردن میفته. احمد آقا حتما باید تیر بخوریم مفجرشی شهیدی و حضرت عباس که یه ذره برم دیگه گریه کنیم. شما شهید زنده هست. آبرودار ما شما احمد آقا. شما از خواهر ما بخواه ازش بپرس بگو چرا با من سرسنگین ها؟ پسر ای فرصت طلب. لا اله الا الله. با این هستو برای تماشا بگو دیگه. عمه جان چرا با این آب روز ما اینقدر سرسنگین؟ سرسنگین نیستم، باهاش قهرم. اما حالا که حوصله ندارم زیاد توضیح بدم باهاش آشتی میکنم. باش تقب، باش تقب با اون صورت سما نشون سر. هی برو کنار. نوکر زمان چی؟ نوکر زمان این چند درصده؟ آقا شکه 100%. نه 97%. بگم غیرش کن بابا. من چه آشتی با این دارم؟ با مسبب در بدری و آوارگی و اجاره نشینی و زاغه نشینی. خونه آقا جونه بفروشی بروز با اسم بلند شه. بروز به جهنم که آفره شد. سلام به جهنم دست شد. سلام قربونت برم. دستت درد نکنه. اقلا با خیلی مخواستی چکریم. سلام علیکم. قربون آقا صدام کشتی اومده دیگه؟ نه فعلا بیهوشش کردیم داره تا آب بخوره. سلام. خوش اومدید. چرا زحمت کشیدی؟ خواهش می‌کنم. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خارجیه. آره. نگو عمو، بگو شیکمو. بیا، اول خودت. درو. نمی‌خورم. سلام. سلام. بفرمایید. عذاب گذشته از عمه احترامش چرا؟ بفرمایید. سلام. سلام. خسته نباشید. زحمت کشید. خواهش میکنم. بفرمایید. زحمت کشید. خواهش میکنم. اینجا. مادرش. بفرمایید. سلامت باشید. نیفتی؟ سلام جان، بیا این ماچو عزیزم. ببخشید خواهش میکنم. عزیزم نخور اون شکلاتو جوش میزنی. نه بابا شکلات به این خوبی. یا بابا مردی که چیه دیگه؟ آقا ما رفت جمع کنیم بیاییم دیگه. شما که دوره هم جمعی ما رفت جمع کنیم بیاییم دیگه. ما رفت تو جمع گرم سمیه خودتو را بدی. چیزی نمیشه به خدا. سلام احمد آقا خوبی؟ احمد آقا ببین این منیر و ماهونم دیشب با این نیرنگی یک کاری کردم. من نمیم دنبال شما بیمارستان. امین میره این دانشمنده یک کلمه ساز برای این کاشی یه فعل میساختن. چه فعلی میساختن؟ بانه فعل پیچوندن. امین پیچوندی پیچوندن. ماهونم منیر من رو پیچوندن. همه اینجا ما رو پیچوندن. به خود میامد من سوال میکنم دیگه. من هم آدم ببین چه به چی تو اول سلام میکنم.
بعدم اگه میخواستم صدات کنم صدات میکردم. برای چی اومدی؟ میری مدرسه. اتاق عمه محترم میگه بیاد اینجا پیش من. سلام آقا. این من نباید میومدم؟ عجب بابا. نه نباید میومدی. حالا برو کاری که بهت گفتم انجام بده. من میخوام برم تهران. بری تهران؟ مگه با توه؟ برو کاری که گفتم بکن. وای نسا. نه میام تهران کار رو. برم تهران. میام سر راه به عمه محترم میگم بیاد. بله قلبش با برم تهران کار رو. میام برمیگردم. امیدوارم تو راه بمب بخوره تو فرق سرم بمیرم من. یکی تو رو خدایی چیش بگی چی؟ به 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 خوبه خوبه بله بله عجب اتاق جذابی برای خود تدارک دیدی آجورته با این مجروح شدی نگرش داشتی؟ چیکار داری میکنی؟ ساک سفر میبندی؟ قراره بری خرید برگردی، قرار نیست تهرون مهاجرت بری. امیرو، امیر بابا جون پاشو یه دقیقه دست تو رسو بوم و این در اون بالاییه ببینم پاشو میگم پاشو دست تو بذار ببینم دستت میرسه به اون بالا یا نه امیر گوش کن میگم پاشو دیگه برای چی؟ برای پیچ پیچی نخودچی حتما کار دارم ببینم دستت میرسه به اون لبه بالاییه اون بالا آها خوبه؟ آره چی شد؟ پدر بزرگ خدا بیامرزم مرد حکیمی بود آقا علی نور از مردای دنیا دیده شهر بسا بود میگفت بچه وقتی دستش برسه بالای اون در اونجا لبه بالایی ها وقت زن گرفتنش تام حالا وقت زن گرفتنت البته درای اون موقع تازه از این درای آهنی جغ کوتاه‌تر هم بودن شما هم میخواد آدم مسخره کنی دیگه برباها آقا علی نور دارم جدی باید حرف بزنم بچه با پول بده من برم تهران کلید گورخونه رو من بده حرف منو گوش کن زبون نفهم تو پسر منی منم چشمم کور دندم نرم وظیفمه واسه تو زن بگیرم تو باید بیه یقه منو بگیری نه اینکه من بیام بس تو خواهشو تمنا کنم که آقا جون بیا زن بگیر بیا همینجا بسه دو تا مرد با هم صحبت کنیم دقیقه خره دیگه با ما حرف نزن کن دیگه در این مورد با ما صحبت نکن باشه امیر گوش کن تو خیلی حواست پرته معصیت میدونی یعنی چی بابا دیگه با ما حرف نزن دیگه با ما اصلا من غلط کردم اون دفعه تقصیر همایون بود تموم شد دیگه چرا انقدر آدمو شکنجه روی میدی من میخوام حواسم تو کار خودم باشه الکی با آدم مشکوک میشید اصلا بیاید منو بیاید دستگاهی بندازید کمیته خوبه من هی میخوام یادم بره شما یادم میندازید آدم هوچی تازه یه چیزی هم بده کار شدیم که یادش افتاد نخیر تو بیا ما رو تحویل کمیته بده که میگیم دوماد شو میخوایم زنت بدیم حتما باید به زور زنت بدم اومد فرم کنید دیگه تو رو فرم کنید من باید برم به درگاه پروردگار توبه کنم که تو احمق اینجوری بار آوردم ولی اینو بدون به خاطر همین خریت 40 سال زن گرفتن رقم بیفته من مرده تو زنده میبینی شیر خانم اینا فکر میکنم من دارم خود عروسی کنم شنیدم بابا اشتباه میکنم به خدا شایعه میکنم مگه دشمنتونن اونا آقا یه سوال اگه آدم بخواد به یکی خوبی کنه کمک کنه دیگران باید از این فکرها بکنن من بخواد به یه گدا کمک کنم یعنی میخوام با اون گدا عروسی کنم یه نابینا رو از خیابون رد کنم یعنی میخوام باهاش ازدواج کنم دیگه از به بعد از فردا میرم به همه خوبی میکنم که همه بفهمن که خوبی من عمومیه نه خصوصی آخه شما مثل اینکه فراموشکارم هستی چیو فراموش کردم شما تو روز روشن یه هدیه گذاشتین تو کیف بنده بابا اون تقصیر همایون بود به خدا دیگه بقیهش همش خوبی عمومی بود شما خیلی خودتونو گول میزنید بفهمید کنا شیر خانم بفهمید کنا توی خیالمونم درامون نیستی خانم شیری لطفا خیالتو از سر راه بنده بردارید اینجا سر راه خیال شماست Thank you.
موشخا مام بابا من فرستادن گفتم بهتون بگم پاشید بیاین باغ دیدن اول آقا. خب ما هم داریم میایم همونجا، فقط اگه این ماشین را بیفته. داره انگار باز پیچوندن دوست عزیز من. ما خودمون داشتیم میومدیم اونجا، این روزا زیاد پیچونده میشه دوست عزیز من. من دوست عزیز تو نیستم رضا سکله، فهمیدی؟ ببین بابا تلفن کرد امیر جان، گفت از شهاب خواهش کنم با تو بیا تهران. داری میری تهران؟ شما که میدونی برای چی میپرسی؟ خیلی خوب، حالا برای من ناراحت نشو لطفا. پدر شما به بنده زنگ زدن، گفتن که شما نمیشه تنها بریم. یالا با شهاب برو آستین سرخو. آقا حسین گفت داشتین برمیگشتین، یه زنگ در مغازه من بزنین، اگه بودم خودم براتون میگردونم. حسین گفت مگه داره میره تهران؟ اگه میره ما هم باش میرفتیم. میگه گفت اول میره باغ دیدن احمد آقا، بعد از اون برمیره تهران. آره چه فرق میکنه، ما هم باش میرفتیم باغ. آقا بذار راستشو بهت بگم، مامانتونا گفتن تا وقتی که شیرین خانم داره تو درست کردن سمنو بهشون کمک میکنه نمیخوان جناب علی توی باغ باشی. خب بابا این چی گند کاریه که در آوردی؟ زن واسه چی بابات اومد تو اتاق هنی پیشت باش لش کردی؟ ده بابا لعنت یه اقدام کن دیگه. دانه زن بابا دانه زن بشن افتن. ای بهشون میگم کلید گلخونه رو بدین، یه حرفای دیگه ای میزنه. بابا ماهیا رو خودم ریختم توی آبانبار گلخونه که دم عیدی برم بفروشمش. شما واسه اینجا میام. بعدشم فکر میکنم من نمیدونم کلیدای گلخونه کجاست. بیا. اینم کلیدا. اینم بادگیر. آقا جون ماهیای خودمه، میخوام برشون دارم. اینم چکمه ها. من تو فکر چراغونی هم، تو فکرهای بی خودی نیستم شا. شما خود تو فکرهای بی خودی هستی که فکر میکنی هیچ که نیفهمه. فکر من نمیدونم، نمیدونم مامانت هم تو با مینای هم محتمم از صحبت کرده. من همه چیو میدونم، خبراشو دارم. آره شما خودت برا اقدام کن. شما واقعا فکر میکنی من نیفهم هی با اون تو ده خدمت خانواده هم محتمم منی به چه علتیه؟ فکر نمیدونم شما نمیدونم تو فکر میکنی ما کوریم؟ نمیبینیم هی بومو تو دور برای آهوشم میپنه که آنم خیلی خوشحالی چون قرار بعد گلخونه بریم دمی در مغازه آهوشنگ از اون بر با ماشینش برگردیم. بده میکن بابا ما رو سیاه نکن، من خودم ختم روزگارم. اینم ریسته واسه چراغونی نمیشم بلش بریم. نه هم بیار بود گیار رو بیار. من میرم ماهیه رو بیارم. من هم تو گلخونه برو. میگم حمید این بار چند باته که ماهی داره تو آبم بار در میری؟ همان ده بار، بیس بار، صد بار، هزار بار. من هم کن بابا. Thank you.
نام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار بزرگتر و به پناهگاه بروید. تو را بودی من مرده بودم. خدا رو شکر حالا زنده ای. ببین شهاب، شهاب جون مادر تو رو قرآن نده به کسی این آفتان تو آبن بارا نگه همین گریه کن شهاب. خیالت راحت نمیگم. ببین شهاب اونجا یه شهاب اونجا یه 20 لیتری هستش برش رو ببریم خونم. اگه خون نفت نداشت بریزی تو آب گرم کن من برای هوا خونم لباسه ما عوض کنم. باشه شهاب کسی نفهم باشه آب. باشه آبا پس من هم خون پیت نفت میریزم هم بیرم یه تاکسی بگیرم که من بریم خونه تو. دمت کن دمت کن برو تاکسی هم حساب کن پولشو بدم پولشو بهت میدم. زنده میمونه بالش هم زخمی شده. شهاب اگه از پسر از کجا پیدا کردی زود نگه موجه فجار داشت شیشه های گلخونه رو شکوند و باله این توچه رو زخمی کرد و همین هم افتاد تو آب انبار داشت خفه میشد. ببین شهاب نمیخوام ایش که بفهمه شهاب اون دفعه یه آجا خود تو سرم بدتر مایه خنده شدم
مسخره شام خوبه؟ نه شام کسی نفهمه اصلا هیچ چون نباید به هیچ کی گفت تو هم باش بریم الان قوشنگ معطل ما میشه حیف که جونمو نجات دادی و پول کرای تاکسی رو حساب کردی و بهم قول دادی به هیچ کی نگی وگرنه بهت میگفتم واسه ملاقات پدر زن آیندت اینقدر تابلو عجله نکن اقدام کن با خونسردی اقدام کن با آرامش اقدام کن حالا خوبه این همه کارا رو کردم و قرار بود چی نگی و اینا رو داری میگی اگه جونتو نجات نده بودم میخواستی یه چیزی بگی ببین دیگه چی هم میگفتی منت نزار اون تو تیارم صاحب شده دیگه ها ابنر اون هم واسه خودت خب خودم پیداش کردم مال خودمه دیگه اما چی میگی برای خودت بیا بپوش بریم دیر شد هول نباش هول نباش هول نباش اقدام کن خب بگم شاو بابا جان ما داریم زب میکنم آفه ای بابا این زب میکنم دست درد نکنه خوب شد دیگه نه؟ تموم شد؟ بزا بریم کارتا کجا؟ بیا بریم بس میگم ببینم یکی اون موقعی که دارن صدا زد میکنن آدم دیگه داد نمیزنه یکم همکاری کن شهاب جون درست جونمون اجاد دادی ولی آدم به خاطر یه زن گرفتن اینطوری به رفقش پیله نمیکنه حالا چرا منو آوردی بیرون؟ بخوای همین الان برای جلوی هوشنگ خود داد بزن بهش بگم به کی علاقه داری؟ داد بزن شاب داد میزنم ها و گریت میگیرم کیو داری میترسونی؟ تو تازه کار منو راحت تر میکنی برو داد بزن بخشیدم تو دعوا دارین دیگه معلومه به جای اینکه خدا رو شکر بکنی تو اون انفجار شما سالم در رفتین رفیقیتونو بیشتر کنی با هم دعوا رو انداختین و توی این موشک باران همه دور هم دیگه جمع شدن حالا احمد هم اومده بیشتر دور هم دیگه داریم جمع میشیم حتی ناصر هم میخواد بیاد حالا باید بریم دنبال ناصر بیژن بیژن گفته من ماشین ندارم اگه میخوایم بریم منم با خودتون ببریم همه دارن دور هم دیگه نشستن به هم محبت میکنن فقط شما دوتا دارین جنگ میکنین الان یک ساعتی که من دارم میبینم شما به هم دیگه سیخونت دارین میزنید. نه ما مشکلی با هم نداریم. نه. پس اگه راست میگیرم دیگه رو ماچ کنیم. بابا حیفه رفاقت. سر هیچی چرا باید رفاقتونو به هم بزنید؟ رفاقت خیلی حیفه. قشنگه. بیژن بیا بابا شب شد سال تحویل شد بابا تابستون شد اومدم بیا اومدم این فکر کنم این سرابی کنم این سیده من فکر کنم خود اقدام کنم به جورتش نده دفعش نده دو کلم حرف حسابه به دنبال شروع جنگ شهرها توسط دشمن بعثی کافر و بمباران و موشکباران مناطق مسکونی از سوی صدام یزید افراد محترم گرانفروش و محتکر و قاچاقچی و متقلب و جانوران دیگر هم یک فعالیت چشمگیری آغاز کرده و به مشتاق ضرب المثل دوز چه خواهد بازار آشفته یک کمک و معاذدت قابل توجهی به دشمن را آغاز نمودن و روزی نیست که در جراید کثیر الانتشار قلیل المشترین نمونه های از اعمال شیطان پسندانه آنان چاپ نشد دلیل
و طبق تحقیقات سردستی که مشرجب و گروه وابسته به او انجام دادن، اقدام مشعشعانه این افراد نامرد نامحرم در این ایام روند روبرشت قابل ملاحظه‌ای داشته است. این گل آقا کیه؟ میگن یه جوان 22 ساله است، ولی عجب قلمی داره، خدا حفظش کنه. چیه بابا؟ چیزی میخوای بگی؟ الان 2 ساعت اونجا ایستادی، بیا بیا، اگه چیزی میخوای بگی بگو. میگم هوشنگ خان، راستش من قصد ازدواج دارم. خب مبارکه. خب بگو عزیزم. بچه پرون چکت نقد نشد، آبرو تو ببرم. خیلی خوب میدونم فلجو من گرفتارم. خب بعد کنسیبیا خرابه، بازار به هم ریخته، نوکرتم تو بعد از عید همه پولام تسیه حساب میکنم باهات، پودو میدم اگر پیرم گرو بزن. خوبه؟ خیلی خوب، ممنون. پرنده خانگی باید جایی باشه که دوستش دارن. این شرط اول همجواری اینه که دوست داشته باشن. حالا تو اگه فکر میکنی یک کسی بیشتر از تو دوستش داره، باید ببری بهش بدی. حرفاتون خیلی زیباست هوشنگ خان، واقعا قابلی نداره. اگه میخواید بدمش به شما، صحبتتون کاملا عاقلانه است. بله بله. دوستی یا ماه دوستی، دوستی یا ماه دوستی. من داشتم با ناسه قبل است که بخواب راجع فیلم شلو با شرفی زدم. اقدام کن شام، اقدام کن. لازم شد اقدام هم میکنم. آره؟ اقدام کن، اقدام کن، اقدام کن، اقدام کن، اقدام کن، اقدام کن، شام، اقدام کن، اقدام کن، اقدام کن، شام، اقدام کن، اقدام کن. یواش، عمو تو ناصر خوابه. ای بابا امی، دست و پاتو جمع کن، این هلیکوپتر. چی می‌خندی؟ دیوونه است، دیوونه است. نه برای من با همه قرارم. شب بخیر. Thank you.
منیژه جون هم خوبی؟ منیر احمو بچه خوبه؟ خدایا خدا زن و بچه ما رو حفظ کن. ای خدا بارالها خودت زن و بچه ما رو از جمیع بلاها محافظت بفرما. بیا میخوای خودتون گوش بدی؟ میتپه؟ سوکوله قفت به جهن مردمه سوکوله مرا گذید و گذید و چنبره زدم خزید و خزید و یه فقط سیگار کشید و کشید و ای سوکوله. اما به خدا باید بری به این عمو بیژن بگی که این شهروز احمق بیشور با ترقه زده در اتاق شماها. اگه نری به خدا خودم میرم بهش میگم. سلام. سلام منیر خانم. میگم عمو. منیر خانم فعلا برو ببین شوهر محترم چی کارت داره. بیژن که اومد اینجا خودم بهش میگم. منیر خانم بشنوی؟ بی زحمت بیان این لباسا رو از من بگیری. سلام. سلام. دستتون درد نکنه. مرسی. سلام علیکم داداش. داداش یه دقیقه کار داشتم داداش. باشه بله. یه لحظه. داداش میخوام یه مطلبی رو بهت بگم. داداش من یه آدم نفهم. داداش من یه آدم بیشور. داداش اصلا من یه آدم خر. داداش والا زن من آبستنه. یه چه ماشینه رو حفظ بزن دیگه. باشه میگم داداش ولی بهت بر نخوره قرمرم نکنی. داداش این بچه از شهر روزه خیلی حماله. بچه داداشم و نوکرشم ولی حماله. یه حماله به تمام معنا. این حمال چیکار کرده؟ چیکار کرده داداش؟ به جون جفتمون این هوا کرونا ظریف دستش گرفته بود با یه تیک کاشی به هوای چهارشنبه سوری گذاشتم این بوده تو زن من آبستنه داداش. منم زوری همه رو ازش گرفتم و ریختم تو چای مسترا. گریه کرد گفتم به جهنم چه گریت کرد. بعد چیکار کرد داداش؟ سه رو بعد این شهر روزه به هوای انتقام جویی با درد محکم کوبی تو دیوار اتاق ما. زن من رو آبستنه نگاه کن داداش. منم رفتم و داد مات و چپق مپق و همه چیزش گرفتم تصرف انبار کردم. نگاه کن چپقی نگاه کن بازم هست مونده هنوز. بیا نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن. یه لقد هم زدمش. مادرش هم زدش. بدبخت زنت. یکی اونو میزد یکی خودشو میزد. من واقعا ترسیده بودم و یهو دیدم بوم. حالا اگه بهروز بی خودی پشتی منو میگرفت خب من چه آدم عادلی هم بهش گفتم برای چی برادر زادتون میزنی؟ ولی چهارشنبه سوری گفتن دیگه بمبگذاری یا ترور که نگفتن. حالا به وقتش دو تا بوته بردارن بیارن آتیش بزنن شاد بشن. نه اینکه این کار کنن بچه آدم بیفته یا کچو کله بشه که. اینا سلاح گرمه والا. من از شما معذرت خواهم. ببخشید. بهتری. حالا دیگه آی سپوله رو بخون. ای سوپوله ای سوپوله آفت به جان مردمه سوپوله مرا گزید و گزید و چنبره زدم خزید و خزید و سبز میدان چرید و چرید و یه پکت سیگار کشید و کشید و سوپوله مرا گزید و گزید و ای سوفله ای سوفله.
چیکار میکنم؟ چی میخوام همون؟ چیکار میکنم؟ چی میخوام؟ توتی بس چی؟ قشنگه، حرف میزنه. کلاخ پر، گنجشک پر، توتی پر. به نظرم اینا تو چند لحظه دیگه توتی رو بالا کشنن. من اینکه قولش رو با هوشنگ خان دادم. قولش رو با هوشنگ داده بودی؟ باری کلا، آفرین آفرین به تو پسر. ولی واقعا برات متاسفم، چون همه نقشه ها نقشه براب میشه. اینا تو توتی از نگیرم ولکان قضیه نیسته. حالا ببینی شهاب بیا بریم بابا. اومدم اومدم. بهروز جان کاری نداری؟ این توتیه باز شما؟ این تو حادثه بمبارون گلخونه آقا بهرام بالش زخمی شده؟ بله من. مال امیره یا مال توه شهاب جان؟ مال خودتونه، قابلی نداره. خیلی مردی آقا شهاب، برعکس این امیره ما که یک کودکه، برعکس اون شهروز ما که یه حماله. شما خیلی مرد. بگونت مرسی. دمت گرد. بیا منیجه، مال تو شد، یعنی مال دوتاییمون شد. انقدر گری نکن، اس بچه خوب نیست. خیلی ممنون. عوض خوشحالی الان برای چی بی خودی گریه میکنی آخه؟ خوبه من؟ من چرا انقدر بدبختم؟ خودمو میزنم ها. هوشنگ خان خیلی معذرت میخوام، ببخشید واقعا شرمنده، من عذرخواهی میکنم. شما به این منیجه بگو گریه نکنه. منیجه خانم گریه نکنه. آه گریه نکن. ببین چه نازه. شب بریم بابا جون. راستی امیر بیا این ریسه ها رو از تو ماشین هوشنگ خان بردار. داد نزن بابا، داد نزن دیگه. چه نگاه میکنی؟ خیلی وقت من میخوام کارام جنبه عمومی داشته باشه. کارای من خوبی عمومی همش. مثل تو نیستم این قول توتی میدی واسه هوشنگ خان واسه خودشینی که. من توی نیستم. این قضیه ریسه ها هم نمیخوام کسی با خبر بشه ازش، ریا میشه. میخوام تو خوبی گمنام باشم. خداحافظ. سلام. سلام مهر. چطور احوال دکل؟ احوال یه بابا همچون داشتم زمزمه میکردم اون یه بابا.
خب بابا خوبی تو؟ تشکر. ساعتت کو؟ اینا هستن که میگن دو زری داری؟ پنج زری داری؟ آقا ساعت؟ من شکار میشم؟ وقتی میگن ساعت داری؟ یعنی اگه دست من بودم ساعت بستن رو اجباری میکرد. ببخشین معنی خندتون چی بود؟ بله میدونی پدر محترم خدا رحمتش کنه آقای گلکار به حساب خودش چجوری میخواست منو امتحان کنه؟ یه روز صدام کرد گفت که یه محله‌ای هست به نام اصفهانک، گفت صبح زود آفتاب در نیومده. خب گلکار بود دیگه، میای اونجا و مسیر آب رو عوض میکنی. گفتم من که بلد نیستم، من که آقای گلکار کشاورز نیستم، مثلا بلد نیستم. گفت خب عیبی نداره، شما سر همون ساعت بیا. گفتیم باشه، ما همون ساعت آفتاب در نیومده اومد. اون موقع من سیگار میکشیدم، الان 3 ساله که عمل قلب باز کردم گذاشتمش کنار، چیز خوبی نیست. خلاصه ما اومدیم و دم مزرعه، بعد از یه 10 دقیقه خدا رحمتش کنه آقای گلکار اومد با یه بیل تو دستش، سلام و احوال پرسی و اینا، بعد گفت برو برو کنار. با همون بیل مسیر آب رو عوض کردم، گفت کاری نداشت. بعد نشست لب آب و سیگارش در برد دست کرد تو جیبش، دنبال کبریت میگشت. من کبریت داشتم ها، ولی رو نکردم. گفتم این که گفته صبح زود بیا، یه موقعی نکنه به من بگه جیبتو خالی کن، شاید بخواد اینطوری ما رو بسنجه. ولی خب نگفت. ولی آقا شهاب من حالا به شما میگم جیبیت خالی کن، بریز بیرون هر چی داری شهاب کن، بریز بیرون. دخترمون میخواد ادامه تحصیل بده، از خاطر همینم جوابمون نه است. نه واقعا من به خاطر ادامه تحصیل مینا برم به اون بگم نه؟ خب آره. نه این دیگه یه دست به سر کردن تکراریه محترم. اه تکراریه؟ ببین خوشنگ، من میگم تو یه چیز تازه پیدا کن، بعد برو این چیز تازه رو بهش بگو، باز خاطر همین چیز تازه من جواب نست. میگم محترم جون، ما اصلا چرا باید به این بگیم نه؟ هوشنگ جون، آدم به هر کسی نمیگه آره. پس اقلا حالا بگو به کی بگیم آره. یعنی چی؟ تو که نمیگی به کی بگیم نه، خب پس حداقل بگو به کی بگیم آره، که تکلیف منم تو این زندگی روشن بشه. حرفت کاملا بی‌معنیه. چی داری میگی واسه خودت؟ اه یعنی همینجوری فقط میخوای حرفای قلمبه سلمبه بزنی؟ یه کلام میری بهش میگی نه. نه خوبم میفهمی من چی میگم، ولی از این جواب میخوای در بری. این پسره هست شهاب، این همونیه که باید بهش بگیم آره. اما بهت بگم که تو میترسی. با من بحث نکن، چون میخوای بری با خانوادت مطرح کنی. آره 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 میترسی، این نگرانی که اینو بگم بیاد اونو بگم بیاد، اینو دعوت کنم اونو دعوت کنم نیاد، میدونی اینو اون بشینن پشت سر حرف بزنن. آره 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 تو راست میگوش. بعد مورد به این خوبی، پسر به این خوبی، اهل کار و زندگی، نجیب،
نمازخون کارگر هم تو بریم بهش بگیم نه؟ الله اکبر. بابا تربیت من همینه، خونواده من همینه، من اینجوری بزرگ شدم، نصف فامیل من با اون نصف دیگه شون قهرم. وقت من بیام برم توی هیری ویری بگم من خب دختر شوهر بدم، بابا من حساب ندارم، حوصله ندارم. لا 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 گل گردو بابات رفته توی اردو، لا 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 گل پسته بابات رفته سر قصه، لا 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 گل فندو بابات رفته سر صندو، لا 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 گل خونه بابا تو عمود مثلا خیلی با هم فرق دارن، ولی اینن همن. عمود هم مثل بابا رفته دیر کرده، منیجر زده به لاله. تو سایی میبینی مرده چجور زن رو عذاب میدن با دیر اومدن؟ من نیچه به حالی نیست. به حالیت میکنم، بهت میگم دیگه با دیر اومدن. بابا نامزدی اول وقتن، به محصه که حق میکنن خیالشون راحت میشه. فکر نمی کنم که چجوری ما رو عذاب میدن. زنی بسم الله. بابا این که وضعیت قرمز تهرانه، اینجا که بمبارون نمیشه، برقم که میره این کلیه، خب واسه خاطر جمعیه، برای اینه که تاریک بشه اینا چششون اینجا رو نبینه. ایشالله هرچی صدام و صدامیان ها همه شون یه جا کور بشن اصلا چششون نمید. من که اصلا نمیترسم. سانی نمیترسی که مامانو؟ نه آفرین آفرین. میخوایی بریم اون با؟ بریم. برای بابات نگی ها رفتیم برای باشون باشه نمیگم. آفرین. کلام الله به سر داره، کلام الله نصیبش کن، کلام الله تو پیرش کن. اه خاله جون اینجا چی کار میکنی؟ مروز خانم شما این بیای تو، بفرمایی تو، تعارف چرا میکنی؟ بیا خاله جون. کمر درد گرفتم از بس با این جارو دستی این خونه را دولا دولا جارو کشیدم. بفرمه خاله جون نترسی، این وقت ترس نداره که، تازه ما که جامون امنه. دعا کن واسه اونا که جاشون امن نیست. بهروز رفته با ماشین کار کنه، شب عیده دیگه، یه خورده دیر میاد. راستی مهناز خانم یه وقت به این نگی ما آشتی کردیم، شلوغ میکنه. من همینجوریشم، حوصله بلند بلند حرف زدن ندارم، چه برسه به داد و فریاد. آخه من که اتاق شما رو ندیدم، ولی حتما قشنگه. اتاق شما اتاق شب عیده، این خونه ما اینه انباری سمساری میمونه. بد نیست. نه میدونم قشنگه، معلومه. خاله جون چرا چیزی نمیخوری؟ بخور ماما. نمیخوای؟ میل نداره. من پوست بکرم براش. بهت میگم برم اونو نمیدم. ای
میگم بیژن عید همین جایی؟ ها؟ نمیدم برای خواستگاری نمیدم میگم عید مامان اتاق مامان دوره هم جمع میشی؟ ها چیکار میکنی؟ خدا بدیدم سرکو بیا بیا من یا خودو احمد شما محترم کنید واضح صحبت کنید که برای مینا خواستگار اومده بگین که تو اتاق مادر بزرگ جمع میشیم اونجا راجب خواستگاری صحبت میکنیم مبهم صحبت نکن هر سکنجی پر از تارنکب بوده آخه اون خونه ای که توش عید خونه که خونه نکنن آخه اون چه خونه ایه ها؟ نظر شما ما هم که نگذارم نمیزنم کنن همینطور نامرتب باشم ببینی من عاشق زندگی عاشق بهارم عاشق طبیعتم دیما بیا تو خونه که درست کن کرم همه خور بیژن بچه ها بودوی میگم اتاق مامان اگه همه بیان شما دوره هم جمع میشین این احمد آقا اینا هم که اومدن ها خدا بگم چرا خوشن خوش بری رفتن خیلی وقت دیگه چیزی بهمون بر نمیخوره دیونه شدم بابا بعد اون وقت میگن محترم خله اینا از منم بدتره ای بابا محترم با این تیر تایفه نمیشه دوست بابا بگن چی کاره بابا وای ببخشید دستتون در رو بکش اقل بزرشم بیا همی جان یعنی میگم سر سال تحویل عید دیدنی نریم خونه اینا آرگیری یادت رفته آخه نمیشه که بده به خدا خدا یا به من یه سبزی بده سی رو موزه باشت یه سوالی بپرسن بیا بپرسم بگو بپرسم ترشه میکنی؟ نمیره آره گیری کنی؟ نه بگو به روز تو چرا خمار نیستی؟ اینه قبلتی
هیچی نمیگم ببینم تو کی خمار میشی من خوشحال شم، ولی تو یه ذره هم خمار نیستی. اون موقع که اون برنامه رو میذاشتی کنار همون هفته اول خمار بودی، الان چی؟ راست راست واسه خودت راه میری، اصلا هیچی تم نیست. داد نزنی ها، ولی به امیرالمومنین اگه من بفهمم تو به خاطر که اون برنامه رو کنار نذاشتی خمار نیستی ها، من طلاقمو میگیرم، میرم واسه کلفتی میکنم، بچه‌م هم خودم بزرگ میکنم. حالا تو هی برو حاره‌گیری کن، من کاری به کار تو ندارم که، اصلا یه قطره اشکم برات نمیریزم. میخوای بدونی واسه چی خمار نمیشم؟ رفتم عطاری شربت و قرص ترک گرفتم. جاسازته؟ آره منی که این عیدی رو رد کنم دیگه رد کردم. بذار این شربت رو بخورم، بذار این قرصا رو بخورم، به خدا داروم خودم بدم نمیاد منو ببندی به این تخت که سم تنم بیرکشت تنم بیاد بیرون. اما جلوی این احمد آبرون میره، خجالت میکشم بفهمه خلاف میکردم. منیجه من دیگه دارم مرد خوبی میشم، ببین من دیگه داره اخلاقم خوب میشه. مثلا من الان ازت نپرسیدم این جور برقی از کجا اومده، پرسیدم نپرسیدم؟ من که خر نیستم که، میدونم این جور برقی رو از زن این آقا شیکه گرفتی، ولی چیزی بهت گفتم؟ نگفتم. گفتم؟ نه نگفتی. ممنون که نگفتی. خدا مادر تو بیامرزه. بعد دیگه من اینجا جونم زیاد بر من دور بر ندار، بالا غیرتن این جور برقی رو وردار بذار پشت در خونه این آقا شیکه اینا. من هر موقع این جور برقی رو میبینم یاد زن بابا میفتم. بودو باری شهلا بودو. فقط من اینجا لطفا خواهشن تو اطلاع ثانوی دیگه با من صحبت عشق و آشتی و صفا و صمیمیت و عید و این حرفا رو با آقا شیکه نزن. حله؟ صدای جارو برقی از اتاق این حلبی آبادی میاد؟ اینا چه میدونن جارو برقی چیه؟ میگم نکنه دارن با دهن صدای جارو برقی در میارن که دل ما رو بزودونن، مثلا میگم ما جارو برقی داریم. دنبال چی میگردی جارو برقی؟ تو جارو برقی دادی به اینا؟ بابا اگر بخوایی دعوا کنی ما هم با دعوا میکنیم ها، چه علمه رو نبردی تو که قیافه رو مثلا جست مردای با جذبه رو به خودت گرفتی؟ دلم خواست بهشون جارو برقی بدم، برای اینکه جارو برقی جهاز خودمه. نه خیر، بفرمایید برید منت کشی هم بکنید. منت کشی بد فکر نیستا، چرا تو کلمه حرف میزنی تمام میشه میره ها؟ برای من صدا تو بلند نکن، میشنفن. نه ترس، صدای جارو برقی انقدر زیاده که صدای ما رو نمیشنفن. بابا اینو خاموشش کن، کلم رفت، ترکید مخم. درک باز دود کاری نداره. دودو خاموش کن.
فکر کن اینجا معبده، میخواد احساسات شاعرانه درست کنه. به چی فکر میکنی بچه؟ دارم فکر میکنم که لحظه سال تحویل چه آرزویی بکنم. خب معلومه، هر تصمیمی که بگیری سر سال تحویل یادت میره، اونی که سر دلته میگی. خدایا خواهش میکنم منو به دختره، دختره رو به من برسون. چیزای مهمتری میخوام امسال، چیزای کلیتر مامانی. آها، چیزای عمده بخواه که دخترم شاملش بشه با چیزای دیگه. سلامتی، آشتی. آره آشتی، با یه تیر هفت تا نشون بزن. هم همه آشتی، من جمله من با پدرزنت آشتی کنم، تو هم اتوماتیک وار برسی به اون دختره. چرا انقدر میپیچونی؟ بگو خدایا منو به اون دختره برسون. مامانی معنی این قرار یعنی چی؟ فردا سال تحویله، همه کنار همین، نمیخواین همدیگر ببینین؟ چه میدونم، انقدر سوالای سخسخ از من نپرس، چه میدونم چی میشه. تصمیمم قطعی شد، همون آشتی. دعای سال تحویل هم مشخص شد، خدای آشتی. آشتی دست بردار زن، قحطی شوهر که نیومده برای مینا. اما تو چرا اینطوری میکنی؟ ببین از طایفه تو هیچ کس نمیاد برای مجلس خواستگاری مینا، اما تو چرا به خاطر این اخلاق داری به این دختر ستم میکنی؟ داد نزن، نمیتونم. اون دفعه هم بهت گفتم که نمیتونم. دوتا عشق ریختم، یه ذره باهات همدردی کردم، اتاق بیژن اومدم. رو تو برای من زیاد میکنی؟ دادم نزن سر منا، صدای من از تو بلندتره. ببخشین تیمسار، حالا برای من گردن کلفتی میکنی؟ معقول گریه میکردی؟ آدمی بودی که امیدوارتر میشد آدم وقتی میخواست باهات حرف حساب بزنه. محترم جون یه سوال، ما فردا سال تحویل کجایی؟ کشور هیس؟ میگن کشور هیس خیلی جای قشنگیه. جواب بده بابا. ما فردا سال تحویل باقیم پیش بقیه افراد خانواده، همین. مامان من نمیخواد فرصت این مهم تاریخی رو برای محکم کردن قهرش با هم احترام از دست بده. تو عروسی، مهمونی، عیدی، چیزی. اینجاها آدم باید همچین تنومند پیش بره که قهر محکم بشه. ادامه بده مادرم. به این روندت ادامه بده. نکنه ادامه ندیا. خانم محترم، خانم. نزار تو سال تحویل بر علیهت مبارزه کنی. من و بچه ها بریم باغا. اندازه نگه دار که اندازه نکوز. سال تحویلی سال تحویل نمیدن، فکرم دیازده صبح باشه. نیکن دقیقه این فردتونه متاسفم با. ولی خود متاسف باش. دون دلم میخواد. ها جان، ناصر جان چیزی فهمید؟ شما منظوری داشتی ناصر جان؟ موردیه؟ بگو اگه موردیه بگو. خوبم فهمید، نگم نگم. ناصر آقا دهن تو به اینو ببین، حال کن. فکر بکنید تو دمه ازایی خودش نمیاد.
من جوابتو ندم خیلی راحت ترم. واو چقدر راحتم جوابتو نمیدم. خدا چقدر راحتم جواب این دوسته رو نمیدم. اگه من بگم دلم بگم تو هم میگه تو کسی رو میخوای؟ نه با آره بابا جان من کسی رو میخوای ناسه؟ اما دلم بابا تو میگم حالا کی؟ کی هست؟ بگو بزرگی من تو هم میگه منم میگم باش باش منم میگم به خدا میگم یه تو بگم زن خودم به تو بود توی خود مولدی ایت بگم دروغ میگی به جان مادرم به این نوسته من نامردم اگه یک کاری نکنم بهش برسی خدا خدا جون یک کاری کن این نوسته به اون دختر عکس برقی برس جان من اگه خیلی مردی باید کنی یک کاری بکن من حالا نامرده تو بگم من هیچکی رو نمیخوام ناسه فهمید ناسه من هیچکی رو نمیخوام من هیچکی رو نمیخوام ببین وقتی یه پدری میخواد به دخترش بگه یه خواستگار خوب برات اومده خب اول دست دست میکنه بعد این مقدار مقدمه چینی میکنه سر به سرت میذاره اما مامانت داغ همه اینا رو به دل من گذاشت حالا به جای اینکه من بیام بهت تبریک بگم پدرانه بیام قربون صدقت برم ماچت کنم بهت تبریک بگم صبح زود اول روز عید باید تو رو بیارم از ترس مامان تو کوچه یواشکی بهت بگم مینا جون شهاب خواستگارت منم موافقم مامانت هم موافقه اما مامانت از ترس حرف و حرف کشی و قهر و تهر و غیر و زالک میترسه بره به مامانش و برادراش و خواهراش بگی بابا برای دختر من خواستگار اومده بیایم بشینیم صحبت کنیم من دیگه خسته شدم اینا جون تو خودت اگه موافقی خودت برو با مامانت صحبت کن و سلام و نامه تمام خود داری آغاز سال نو تنها 17 دقیقه باقی مونده زود باشیم بریم باشیم بریم باغ من همین الان تصمیمم عوض شد از حالا انشالله سال خوبی باشه برای تو از همه این سالا
بجنبی 15 دقیقه بیشتر به سال تحویل نمونده ها. بجنب دیگه 67 شد خانم، قولم نکن خانم محترم، این باید گرم شه، شما خودتون داغ این فکر میکنی اینم گرم. گاز بده. گاز تو آشپزخونه هست؟ قولم نکن. باید قبل سال تحویل برسیم. من میخوام تا آخر سال پیش مامانم باشم. من بیشتر از این تون نمیرم، اصرارم نکن. وقتی برسیم داد میزنم آهای اهالی، بیاید اتاق مادرتون، بیاید پیش مادرتون. آهای تو که ویلای لب دریا نشینی، تو که میخوای مادام العمر مادرت پیشت باشه و تو پیش مادرت باشی، پاشو بیا، تو هم بیا. آخ 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 آخ، میتینگ سر سال تحویلم داری؟ ببین اگر از این حرکت ها بخوای بکنی ها، ماشینو میذارم تو دنده یک، با 10 تا بیشتر نمیرم. دنده یک یا میتینگ بی میتینگ، کدوم؟ خیلی خوب، میتینگ بی میتینگ.